بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی، در هر کجای که هستید خدمت یکایک که شما سروران و عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمتهای بی حد و حصر الهی برخوردار و بهرمند بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه های بازسازی اندیشه در خدمت شما سروران هستیم و با اجازه شما خدمت کارشناس برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح از طرف شما و خودم عرض سلام و ادب دارم و ایشان را به برنامه بازسازی اندیشه برنامه خودشان خیر مقدم و خوش آمد میگم. جناب استاد فاتح گرامی، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و مواله. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد بزرگوار قرار دارم. تشکر استاد فاتح گرامی، خوشحالم که بار دیگر شما را در این برنامه همراه با خود داریم تا پیرامون بحث این برنامه خدمت بینندگان عزیز و گرامی بتانیم معلومات کافی را ارائه کنیم. البته ما در برنامه گذشته، تقریبا در دو برنامه گذشته میتونم بگم، پیرامون تاریخ نصرانیت صحبت هایی داشتیم و در برنامه گذشته به صورت تقریبا میشه گفت نیمه تفصیلی راجع به آنچه که بعد از بالا بردن عیسی علیه السلام به آسمان ها از طرف خداوند صورت گرفت و اینکه بعد از بالا رفتن حضرت عیسی علیه السلام شاگردان ایشان چه کردند و سرنوشت شاگردان و دعوت ایشان چه شد صحبت هایی داشتیم و گفتیم که شاگردان حضرت عیسی علیه السلام یا به تعبیر قرآنی حواریون بعد از بالا بردن آن حضرت به آسمان مسیر دعوت ایشان را ادامه دادند و به شهرهای مختلف سفر کردند و یهود را به سوی توبه و به ایمان به عیسی علیه السلام دعوت نمودند و البته در دعوت ایشان تصریح به بحث الوهیت حضرت عیسی و یا بنووت یا همون فرزندی حضرت عیسی مطرح نشد و از ایشان البته امور عجیب و خارق العاده چون شفای بیماران صادر شد و تا جای دعوت ایشان به سرحد رسید، به مرز رسید که یهود ساحه دعوت و عرصه و میدان دعوت را بر شاگردان حضرت عیسی علیه السلام با مرور زمان تنگ می کردن و این محاصره
بالاخره تنگ تر می شد و برخی از شاگردان حضرت عیسی علیه السلام چون استیفان و یعقوب از سوی یهود به قتل رسیدند و بالاخره با پیوستن پولس به جمع شاگردان و ادعای اینکه گویا تابع دین نصرانیت شده، دعوت حضرت عیسی، شاگردان حضرت عیسی علیه السلام به انحراف کشیده شد و بالاخره این شاگردان به دعوت دامنه دعوت حضرت عیسی علیه السلام یا دین نصرانیت را که مختصر و محدود و منحصر به یهود بود به جاهای دیگری کشاندند و غیر یهود را به دین نصرانیت دعوت کردند. و حالا در این برنامه از سری برنامه های بازسازی اندیشه پیرامون مصادر نصرانیت صحبت هایی داریم و البته مصادر نصرانیت که دو مصدر عمده کتاب مقدس و مجامع یا کنفرانس های آنان هست. در این برنامه البته خیلی ها به صورت مختصر به آن اشاره می کنیم و انشاءالله در برنامه های بعدی البته هر کدام از این مصادر را به صورت مشرح و مفصل طبق اهمیتشان به بحث میگیریم. خوب جناب استاد فاتح گرامی، اگر با ما در خط هستین، بیاییم اولین سوال که مطرح میشه، آیا بغیر از این دو منبع یا دو مصدر که اشاره کردم منابع دیگر هم وجود داره یا نه؟ جزاکم الله خیرن، تشکر از شما استاد عزیز و بزرگوار. بدون شک همچنان که شما اشاره کردین، مصادر دین نصرانیت همان دو چیز عمده و اساسی هست که یکی کتاب مقدس هست و یکی هم مجامع کلیسایی یا کنفرانس ها و شوراهایی که در کلیساها دائر میشه در سالهای مختلف، که انشاءالله ما بعدا به شرح حال آنها خواهیم پرداخت و در مورد آنها توضیح خواهیم داد. و اگر خواسته باشیم در مورد کتاب مقدس جناب استاد که اولین مصدر هست صحبت بکنیم و عمده ترین مصدر هست صحبت بکنیم، کتاب مقدس چنانچه اگر یادتان باشه ما در برنامه های گذشته هم وقتی پیرامون تورات و تاریخ تورات و مسائلی که پیرامون تورات و ملحقات تورات بود صحبت کردیم، گفتیم که به صورت کلی کتاب مقدس دارای دو بخش عمده و اساسی است. بله. یک بخش عهد قدیم هست که تورات و ملحقات آنه که ما به صورت تفصیل در مورد آن صحبت کردیم و پرداختیم. یک قسمت دیگر به نام عهد جدیده و این عهد جدید حاوی اناجیل چهارگانه هست. حالا همین اناجیل چهارگانه‌ای که در نزد مسیحی ها یا در نزد نصرانی ها مورد اعتبار و اعتماد در نزدشان داره. بله. که این هم جای سوال هست که چرا این چهارتا اعتماد در نزدشان پیدا میکنه و بقیه اناجیل حذف میشه، که انشاءالله بحثای بعدی ما به این موارد خواهیم پرداخت انشاءالله به تفصیل که چرا این کار صورت گرفته. اگرچه سوالیه که باید کشیش ها جواب بدن و چون جواب ندارن لابد ما جواب میدیم با آن. به هر صورت این اناجیل چهارگانه هست و برخی از رسائلی که هست، رسائلی که حالا در حقیقت شاگردای مسیح علیه السلام یا حواریون این طرف و آن طرف فرستادن در شهرهای مختلف، و همچنین اعمال رسولان هست، سفر اعمال رسولان هست که ما در برنامه گذشته هم در مورد آن کوتاه صحبت کردیم، و در اخیر هم مکاشفه یوحنا هست که هر کدام از اینها رو انشاءالله ما خواسته باشیم به صورت صحبت بکنیم جای صحبت کردن داره. اما اگر خواسته باشیم به صورت مجموع جناب استاد، اگر خواسته باشیم به صورت مجموع کتاب مقدس را، غیر از اینکه این تقسیمات را ما کردیم، خواسته باشیم صحبت بکنیم که متضمن چی هست حالا این کتاب مقدس یا این عهد جدید به صورت کلی متضمن چی بحثهایی هست. حقیقتا عبارت از اینه که دعوت مسیح علیه السلام را میگه و تاریخ دعوت مسیح را میگه، چگونگی تولد مسیح علیه السلام را میگه، و همچنین آنچه که مثلا در اناجیل چهارگانه بیشتر به آن بحث شده و گفتگو شده و حتی در رسائل هم به آن تذکرات داده شده، و همچنین بحث‌هایی از سابقین
یا کسانی که اولین نصارا بودن و اولین نصرانی ها بودن گاهی صحبت میشه، در مورد تاریخشان گفته میشه و بقیه مسائلی که در حقیقت در لابلای این کتاب مقدس یا بخش اخیرش که عهد جدید هست حاوی این موضوعات و متضمن این موضوعات به صورت کلی اگه خواسته باشیم با آن اشاره بکنیم. خب جناب استاد، اگر بیاییم به صورت کلی اناجیل چهارگانه و محتویات آن را به شرح بگیریم. جناب استاد، حقیقتا قبل از این اگر یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم که کتاب عهد جدید یا که یک بخشی از کتاب مقدس هست و معتبر و معتمد هست، دارای 27 کتابه که ما گفتیم، حالا به صورت اجمالی 4 بخش اون را تقسیم کردیم. حالا اگر خواسته باشیم به کتاب عهد جدید که بخش اناجیل هست، اناجیل چهارگانه هست، صحبت بکنیم، قبل از اون اجازه بدید جناب استاد که بنده یک تعریف کوتاهی از انجیل داشته باشم تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی حضور ذهن داشته باشن در مسائل. بفرمایید. انجیل در حقیقت کلمه یونانی هست جناب استاد و معنایش بشارت و مژده هست و ما در لابلای کتاب مقدس هم که به ترجمه فارسی یا ترجمه های مختلف شده احیانا میبینیم که از کلمه انجیل استفاده نمیشه و معنای بشارت استفاده میشه، معنای مژده استفاده میشه و از این قبیل حرفا. و در حقیقت در نزد مسلمان ها کتاب اناجیل، حالا انجیل به صورت کلی، کتابی است که الله سبحانه و تعالی آن را به عنوان نور و هدایت به عیسی علیه السلام فرستاده. همچنان که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده 46 میگه و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور، که در این کتاب در این انجیل هدایت و نور وجود داره، الله سبحانه و تعالی میگه. جناب استاد، در خود کتاب مقدس هم یا در عهد جدید به صورت کلی احیانا میشه که از این کلمه انجیل استفاده میشه، از این کلمه انجیل استفاده شده. با عنوان مثال اگر جناب استاد اشاره بکنیم به عهد جدید یا انجیل مرقس که باب اولش در مورد این موضوع در حقیقت صحبت میکنه، یک کوتاه اشاره میکنه به این موضوع در حقیقت. در انجیل مرقس جناب استاد باب اول میگه که او فرمود، یعنی عیسی، زمان موعود فرا رسیده است، به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت، پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. این خبر خوش همان انجیله. یعنی گفتم که منظور از انجیل در لغت همان معنای بشارت و مژده و خبر خوش را معنا میده. و همچنین جناب استاد در جاهای مختلف ذکر گردیده و حتی در سفر اعمال رسولان هم به این مورد اشاره شده و در نامه‌ای که پولس به تسالونیکیان میفرسته یک منطقه به اونها میفرسته، در تسالونیکیان اول که در حقیقت دو تا هست، در اولش باب دوم آیه دوم در اونجا هم بحث انجیل را مطرح میکنه، که اینجا هم خوبه یک سوال هم مطرح بشه جناب استاد، که در اونجا در حقیقت خود این فرد یعنی پولس وقتی نامه را میفرسته مردم را دعوت میکنه به سوی همان کتاب مقدس یا به تعبیری بگین به سوی اناجیل آنها را دعوت میکنه. در تسالونیکیان اول جناب استاد باب دوم ببینین که این فرد چی میگه، همین پولس. میشه صفحه را ذکر کنین تا کسایی که اگر مایل هستن تحقیق کنن در باره مطمئن شون بر بگردن به کتاب مقدس؟ بله جناب استاد، کتاب مقدسی که پیش من هست چون چاپ‌ها و ترجمه‌ها فرق میکنه، صفحه 1163 هست. خب مشهور جناب استاد نامه اول پولس به مسیحیان تسالونیکی، در اینجا می جناب استاد در باب دوم میگه که آگاهید، در باب دوم آیه دوم میگه آگاهید که پیش از آن که نزد شما بیاییم در شهر فیلیپی به سبب اعلام پیغام انجیل چقدر با ما بدرفتاری کردند و چقدر زحمت دیدیم. با این حال با وجود دشمنانی که از هر طرف ما را احاطه کرده بودند، خدا به ما جرأت داد تا با دلیری
پیغام همان پیغام را به شما نیز برسانیم. پس ملاحظه میکنید که پیغام انجیل را نیز با انگیزه های نادرست و مقاصد ناپاک بلکه با سادگی و خلوص نیت به شما رساندیم. یعنی بحث انجیل در اینجا مطرح میشه. جناب استاد، شما اگر به صورت کلی ما خواسته باشیم مثلا صحبت پیرامون انجیل بکنی، شما ببینین که در این کتاب هم اشاره میشه به همان انجیل واقعی، انجیل واقعی اشاره میشه، در حالی که شما انجیلی که نسبت به عیسی علیه السلام داشته باشه فعلا پیدا کرده نمیتونید. یعنی اینها همه وقت ما از اناجیل فعلا صحبت میکنیم، انجیل های تحریف شده است. اناجیل است که بعد از عیسی علیه السلام نوشته شده جناب استاد. یعنی حتی خودشان یعنی به این معتقدن، که این اناجیل هیچ انجیلی در زمان عیسی علیه السلام نوشته نشده که عیسی علیه السلام آن را تایید کرده باشه یا با دست خود آن را نوشته باشه. یا شاگردان عیسی در نزد او نوشته باشند و برای او گفته باشند که این انجیل است. یا انجیلی که به الله نسبت داده میشه در همان نسخه هایی که به زبان عربی است انجیل الله گفته میشه، شما نمیتونین که یک انجیل پیدا بکنین که در او کلام الله باشه. شما انجیل باز کنین به صورت کلی میبینین که کلام بشر هست. یعنی داستان و ذکر احوال عیسی مسیح هست. در آن کلام خدا را شما بسیار کم میبینین. گویا یک کتاب تألیف شده بشر است و از تاریخ بحث کرده، از برخی تشریعات و قوانین و این مسائل بحث کرده و انجیلی که فعلا وجود داره، کتاب مقدسی که فعلا وجود داره که شما گفتین حاوی اناجیل چهارگانه و اعمال رسولان و فکر کنم حتی نامه‌های پولس هست، کاملا با کتاب مسلمانان متفاوت است. کتاب قرآن کریم که به صورت متواتر و با اسناد تا حال به ما رسیده، هیچ نمیشه هیچ وجه مقارنه وجود نداره، درست است؟ بله درسته. بله درسته، دقیقاً. این چهار اناجیل جناب استاد، این چهار انجیلی که ما در دسترس هست امروز و وجود داره، در حقیقت در برگنندگی چهار روایت مختلف از زندگی عیسی مسیح است. روایات مختلف و به تعبیر بعضی از مسیحیان چی میگن جناب استاد؟ میگن چهار تصویر از عیسی مسیح است، ولی از زوایای مختلف. چهار تصویر، این تعبیر مسیحیان است، یا تعبیر نصرانی هاست که میگن چهار تصویر مختلف از زوایای مختلف. چهار تصویر مختلف از عیسی مسیح است. ولی جالبه جناب استاد، مطالب این کتاب ها را وقتی شما اگر به صورت کلی ما خواسته باشیم صحبت بکنیم، میبینیم که یک سری مشترکات داره و یک سری تفاوت‌ها داره. یعنی به صورت کلی ما مشترک در آن نمی‌بینیم، اختلافات گاهی در آن می‌بینیم که ما بعداً انشاءالله به اختلافات آن صحبت می‌کنیم. حتی در نسب مسیح علیه السلام، اختلافات شدیدی وجود داره در این کتاب‌ها، یعنی در این اناجیل چهارگانه. پس جناب استاد اینجا سوالی که مطرح میشه، پس با این وجود این تناقضات و این منافات که در بین این چهار انجیل وجود داره و گویا این کتاب مقدس را تشکیل میده، چطور انسان میتونه که این کتاب به عنوان کتاب الهی یا کلام الهی بپذیره و این کتاب را و رهنمودهای این کتاب را به عنوان چراغ راه و مشعل راه برای رسیدن به آخرت قبول کنه؟ کدام عقل، کدام منطق ایره میتونه بپذیره؟ جناب استاد، حقیقتا اگر شما ببینیم در سرنوشت و در زندگی مسیحیان امروز یا نصرانی های امروز، متاسفانه در یک تحیر و در یک سرگردانی شدید متاسفانه به سر میبرند. جالبه که اگر این سوال را شما به آنها مطرح کنین، جواب بر آن ندارن. عجیبه جناب استاد، من بحثی داشتم یا گفتگویی بگم با یک مسیحی پیرامون این موضوع. من این نکته را برایش گفتم که این اختلافات وجود داره. دو اختلاف را از اناجیل چهارگانه برایش گفتم که ببین در اینجا این چیزه میگه، در اینجا این چیزه. گفت پس تو متهم میکنی عیسی مسیح را به دروغ گفتن. گفتم نه، اعوذ بالله که من عیسی مسیح را متهم بکنم به دروغ گفتن. گفت پس چیه؟ گفتم حرف اینه که من این را قبول ندارم که کلام عیسی مسیح باشه. یعنی من حرفم اینجاست که حرفم اینجاست که میخوام برای تو ثابت بکنم که عیسی مسیح علیه السلام از این کتاب ها بیزاره. درسته شاید جزئی از کتاب واقعی انجیل و اناجیل در این باشه،
جزئی از آن باشه، طبقی که قرآن کریم هم تایید میکنه که فیه هدا و نور، نمیگه که کلا همه هدایت و نور هست. الله میگه در آن هدایت و نور وجود داره، حتی همین کتابی که حالا در دسترس ما هم هست خوبی های وجود داره، ولی این کتاب تحریف شده جناب استاد، کتاب تحریف شده، غیر ممکنه. شما گفتم که نمیتونید یک کتابی را که به عیسی علیه السلام نسبت داده شده باشه شما پیدا بکنین، کتاب انجیلی که واقعا از زیر دست عیسی علیه السلام خلاص شده باشه، یا شاگردان عیسی علیه السلام بر او گفته باشن و او تایید کرده باشه، همچون حرفی نیست، بلکه بعد از بالا رفتن عیسی علیه السلام یا به تعبیر مسیحی یا بعد از صلب شدن او این حرفا پیدا شده و این کتابها پیدا شده. اصلا وقت اسناد نباشه، وقت انقطاع سندی وجود داشته باشه، چطور ما میتونیم که این مسئله را یا این موضوع را بپذیریم که این کتاب و آن محتویات این کتاب اقوال یا گفته های حضرت عیسی مسیح هست؟ بله، بدون شک جناب استاد، اجازه بدین که اناجیل چهارگانه را اول شروع بکنین، یک تعریف کوتاهی از اینها داشته باشین. انجیل یا اناجیل چهارگانه یا کتاب مقدس یا عهد جدید به صورت خاص که با انجیل متا شروع میشه، انجیل متا طولانی ترین انجیل در میان اناجیل چهارگانه هست که دارای 28 بابه، دارای 28 بابه و نسبت داده میشه که متا یکی از حواریون بوده، نسبت داده میشه که متا یکی از حواریون بوده، طبقی که در خود کتاب مقدس هم وقتی که 12 شاگرد عیسی مسیح علیه السلام نقل میکنه نام متا هم در اونجا یافت میشه. انجیل دوم که جناب استاد دارای 24 باب هست انجیل لوقا است. انجیل لوقا بر اساس گفته و بر اساس گمانی که حالا نصرانی ها کردن میگن شاگرد پولس بوده، لوقا شاگرد پولس بوده، لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان هم هست. و این لوقا جناب استاد عجیبه که از جمله حواریون نیست، عجیب. از جمله شاگردان مسیح علیه السلام نیست. وقتی شما در بحث شاگردان مسیح علیه السلام هم داخل بشین نام ای را نمیبینی، یعنی نام لوقا در اونجا میشه یافت نمیشه. لوقا پس از پولس به جمع شاگردا پیوست؟ بله جناب استاد، شاگرد پولس بوده یا تابع پولس بوده این نفر. یعنی شما تصور بکنید که چندین سال بعد از عیسی مسیح علیه السلام این کتاب را نوشته. بله. خب ما بعدا انشاءالله به صورت تفصیل جناب استاد در این مورد هم صحبت میکنیم. مرقس هم جناب استاد، انجیل مرقس که دارای 16 باب هست، این انجیل در حقیقت خود فردی که به نام مرقس هست این شاگرد پتروسه، این هم جزء حواریون نیست. این هم جزء حواریون و شاگردان عیسی مسیح علیه السلام. پتروس از جمله حواریون بود؟ بله. بله بله، از جمله حواریون هست و نامش در ضمن 12 شاگرد عیسی مسیح علیه السلام در کتاب مقدس هست، در بله. یعنی در اناجیل چهارگانه. جناب استاد عجیبه، من یک بحثی که با مسیحی داشتم یا صحبتی که با گفتگویی، حالا بحث نه گفتگویی که داشتم، این بحث را مطرح کردم که این کتاب دارای مشکلات فراوان هست. از جمله موضوعاتی که گفتم یکی این بود، گفتم این بعد از عیسی مسیح نوشته شده. گفت این کتاب ها را حواریون یا شاگردان مسیح علیه السلام نوشتن. گفتم نه، این درست نیست. گفت که چرا؟ گفتم مثلا مرقس و لوقا اینها از جمله شاگردان مسیح هستن. گفت بله. خیلی خوب، تو که میگی از جمله شاگردان مسیح هستن، انجیل باز بکن ببین همین انجیل متا مثلا باب دهم را ببین، انجیل متا باب دهم را برایش گفتم باز کن، انجیل متا باب دهم گفتم بخوان که شاگردان مسیح علیه السلام چی کسانی بودن. بعد از این که خواند، جالب بود جناب استاد، این شاگردانش در باب دهم انجیل متا به صورت تفصیل هر 12 شاگرد اسمایشان نوشته شده. گفتم خب، بسیار خوب، مرقس و لوقا داخلش بود؟ گفت نه. گفتم پس چی شد؟ گفت که نمیدانم. اینها تصور میکنن که اصلا این چهار انجیل توسط حواریون یا شاگردان عیسی مسیح نوشته شده. از زبان عیسی. هدفش اینه که از زبان عیسی نوشته شده. بله. انجیل اخیر جناب استاد انجیل یوحنا است. انجیل یوحنا دارای 21 باب، نسبت داده میشه که یوحنا حواری است، یکی از حواریونه، چون در لابلای اسمای حواریون نام یوحنا هم موجوده. ولی انشاءالله ما بعدا ثابت میکنیم وقتی که بیشتر پیرامون انجیل یوحنا صحبت بکنیم، ثابت میکنیم با دلیل که یوحنا، این یوحنایی که انجیل یوحنا را نوشته غیر از اون یوحنایی که حواری است. انشاءالله در این مورد به صورت تفصیل صحبت خواهیم کرد انشاءالله. خب جناب استاد گرامی، به اجازه شما
در این لحظات میریم سراغ یک میان برنامه و پس از دیدن این میان برنامه انشاءالله بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان با ادامه بحثمون که مصادر نصرانیت هست با شما خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي بینندگان گرامی با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در ارتباط با معرفی عهد جدید یا محتویات عهد جدید اشاره کردند و به صورت مختصر و به صورت گذرا پیرامون اناجیل چهارگانه که از محتویات عهد جدید است اشاره کردن، گفتن انجیل متا که حاوی 28 باب است و متا از شاگردان حضرت عیسی بود و بعدش به انجیل لوقا اشاره کردن که حاوی 24 باب است و البته لوقا از شاگردان حضرت عیسی نه بلکه از شاگردان پولس به شمار میره گفتن و بعد به انجیل مرقس که حاوی 16 باب است و مرقس هم از شاگردان پتروس است و همچنین به انجیل یوحنا که حاوی 21 باب است اشاره کردن
و حالا به بقیه محتویات عهد جدید که البته اعمال رسولان هست و رساله ها هست و مکاشفه هست اشاره میکنیم و انشاءالله در پایان اگر فرصت بود به مصدر اساسی دوم نصرانیت که مجامع یا شوراهای کلیسایی است اشاره خواهیم کرد و این مجامع یا این شوراها را به تعریف خواهیم گرفت. جناب استاد عبدالرحمن با من اگر هستید و صدای من را میشنوید، حالا میپردازیم به این که خب اعمال رسولان چیست، توسط که نوشته شده، آیا مانند اناجیل چهارگانه است یا چی میشه که در ارتباط و اعمال رسولان روشنی بیاندازه؟ جناب استاد، اعمال رسولان اگر یادتان باشه ما در برنامه گذشته هم در مورد آن بسیار تفصیلی صحبت کردیم و گفتیم که اعمال رسولان در حقیقت حاوی مسائلی است که بعد از عیسی علیه السلام اتفاق افتاده، مسائلی که بعد از عیسی مسیح علیه السلام اتفاق افتاد و چگونه شاگردانش شروع و دعوت کردند و مسائلی از این قبیل و دارای 28 بابه. بله، پس باز هم میتونیم بگیم که به بحث های تاریخی پرداخته. بله، مسائلی که تاریخی است و مسائل دعوی که شاگردان مسیح علیه السلام بعد از او انجام دادن و به این کتاب یا به این سفر میگن سفر اعمال رسولان که در حقیقت بعد از انجیل یوحنا میآید. و بعد از آن جناب استاد مسائل و رساله ها شروع میشه، رسائل و نامه ها شروع میشه. رسائل و نامه ها بعد از اینکه حالا مسیحی هایی که تازه ایمان آوردن، به تعبیر اونها تازه ایمان آوردن و مسیحیت گسترش یافته و از جهتی رهنمایی لازم هم وجود نداره و مخالفان بسیاری هم مسیحیات دارند و نصرانی ها دارند و دوچار مشکلات فراوانی هستند و مراسم خود نمیفهمند که چگونه عبادت بکنن، چه کار بکنن، حالا تعبیری که خود اینها دارن، با آزارها و اذیتها و شکنجه های مختلف مبتلا میشن. اینجاست که برخی از حواریون یا برخی از تلامیذ و شاگردان عیسی مسیح علیه السلام چیکار میکنن؟ نامه های را میفرستند به جاهای مختلف، نامه های را میفرستند به جاهای مختلف برای از اینکه مردم را تعلیم دین بدن. خب و از همین بعد از... نامه هاست که بعد از این از همین... این ارسال نامه ها بعد از این صورت گرفت که ساحه دعوت و میدان دعوت از طرف یهود بر حواریون تنگ شد، درست است؟ و برخی از اونها به قتل رسیدن. میشه گفت بله، میشه گفت بله. اگر به صورت تسلسل تاریخی اگر صحبت کنیم، یعنی میشه گفت بله، به خاطر اینکه میشه برخی از نامه ها قبل از این موضوع، حتی قبل از اینکه تشدد زیاد باشه، نامه های فرستاده شده باشه. و این نامه ها جناب استاد حقیقتا گفتیم که حاوی همچون مسائل هست، برای از اینکه برای مردم چگونگی عبادت و نیایش و اینها رو یاد بدن، اینها فرستاده میشد در مناطق مختلف و در جاهای مختلف به خاطر رویدادهای مختلف. و این رساله ها جناب استاد بیشتر از آن عجیبه که رساله های پولوسه، عجیبه، بیشتر از اینها رساله های پولوس هست، همان پولوس خیانتکاری که متاسفانه امروز به نام قدیس، پولوس قدیس یاد آوری میشه در میان مسیحیان و در میان نصرانی ها. این فرد بیشترین نامه ها را داره، جاهای مختلف میفرسته و بیشترین تأثیر را بر تحریف دین نصرانیت داشته. حالا این رساله هایی که پولوس داشته جناب استاد، از رساله رومیان یا نامه‌ای که به رومیان فرستاده شروع میشه، اول قرنتیان، دوم قرنتیان، بعد غلاطیان، سفر غلاطیان، سفر افسوسیان، سفر فیلیپیان، سفر کلوسیان، سفر اول تسالونیکیان که قبلا هم به آن اشاره کردیم، دوم تسالونیکیان، اول تیموتائوس، دوم تیموتائوس، تیتوس، فیلیمون عبرانیانه. این نامه هاییست که یا رساله هاییست یا اسفاریست که امروز در کتاب مقدس و در عهد جدید خوانده میشه و اینها در حقیقت با آنها اعتنای زیادی هم میشه. اینها فقط جناب استاد، این نامه هایی که گرفتم فقط نامه هاییست و رساله هاییست که پولوس به جاهای مختلف فرستاده.
حالا برخی از این مناطق هست مثل غلاطیان و قرنتیان و رومیان و اینها، برخی از اینها جناب استاد مناطقه که به این مناطق این فرد اینها را فرستاده. بعد از رساله پولس جناب استاد نامه یعقوب هست. نامه یعقوب میخواستم هم... جناب استاد فاتح بپرسم که آیا همه این نامه ها و رساله هایی که به اماکن مختلف از طرف پولس ارسال شده حاوی آموزه ها و تعلیمات دینی است یا از مسائل دیگر هم بحث میکنه؟ جناب استاد حقیقتا حاوی مسائل دینی هست و گاهی هم از عیسی مسیح نقل میکنه، گاهی عیسی مسیح فرزند خدا میخوانه و نعوذ بالله، و میدانین که این بدعت را به وجود آورد، بحثی از سلب و فدا میکنه احیانا و مسائل، حتی احیانا مسائل عبادی مطرح میشه. حالا نظر به ضرورتی که هر کس داشته، در همون منطقه نامه فرستاده شده، همون ضروریاتش بر اساس رویدادهای مختلف و ضروریات مختلف در آن ذکر شده و یادآوری های شده. این کلن همه این نامه ها جناب استاد این گونه هست، ولی رساله های پولس دیگه واضحه، وقتی شما بخوانین میدانین که آدم چقدر در حقیقت تیشه به ریشه دین مسیحیت زده و دین مسیحیت و نصرانیت را به طرف انحراف و تباهی و کجی کشانده. نامه یعقوب هم جناب استاد بخشی از اسفاری است که در عهد جدید وجود داره. بعد از نامه یعقوب رساله های پتروسه. میشناسید پتروس را، همان شاگرد عیسی مسیح هست که در کتاب مقدس و در عهد جدید یا در اناجیل هم با آن اشاره شده که استاد مرقس یعنی. بله. این رساله های پتروس، اول پتروس هست، دوم پتروس هست، یعنی نامش هست اول پتروس دوم پتروس. بعد میاد رساله های یوحناس جناب استاد، اول یوحنا، دوم یوحنا، سوم یوحنا، اینها رساله هایی است که در حقیقت یوحنا به این طرف و آن طرف در مناطق مختلف به خاطر رویدادهای مختلف و به خاطر مناسبات مختلف به حال فرستاده. چرا بعد این نامه ها به نام مکاشفات هم یاد شده از این نامه ها؟ البته جناب استاد، یا مکاشفات غیر از این نامه هاست؟ بله جناب استاد، غیر از این نامه هاست. اون رساله ها و نامه ها غیر از مکاشف یوحناست. بعد از رساله های یوحنا که اول و دوم و سوم هست، رساله یهوداست. بعد از رساله یهودا جناب استاد کتاب مکاشف یوحناست. این کتاب مکاشف یوحنا پیرامون مسائل مختلف و مسائل اساسی صحبت میکنه، از جمله این که در روز قیامت یا در رویدادهایی که قبل از روز قیامت اتفاق میفته چی هست، و برخی از پیشبینی ها حتی در اونجا مطرح شده، و مسائل کلی در این سفر و در این مکاشفه، در این کتاب مکاشف یوحنا ذکر شده، یادآوری شده. جناب استاد اگر اجازه بدین، من میخوام که تمرکز بیشتر روی مکاشف یوحنا داشته باشم، چون مکاشف یوحنا آخرین سفریست از اسفار کتاب مقدس و یا از اسفار، خصوصا از اسفار عهد جدید. جالب جناب استاد، وقتی مکاشفه را میخواندم در یک قسمتش بسیار برای من جالب بود. یک در حقیقت میشه گفت مشابهت شدیدی در میان این دیدگاه و دیدگاه روافض، متاسفانه آخوندهای رافضی وجود داره. در مکاشف جناب استاد در صفحه 1228، آن چاپی که پیش من هست البته، میگه که مکاشفه آخرین قسمت کتاب عهد جدید هست. این قسمت از بسیاری لحاظ از قسمت‌های قبلی فرق دارد. خب فرقش چیست؟ میگه در بسیاری از موضوعات و مسائل این کتاب، یعنی کتاب مکاشفه، با بقیه مسائل و کتاب و اسفارهای دیگه بوده متفاوته. تفاوتش در چیه؟ بله. میگه اکثر قسمت‌های مکاشفه به زبان سمبولیک و رمزی نوشته شده و دارای مفاهیم عمیقی است، لذا نباید آن را مانند سایر کتب عهد جدید به طور تحت اللفظی معنا کرد. دقت کنید اینجا جناب. بله. این کتاب در زمانی نوشته شده که مسیحیان سخت تحت شکنجه و آزار بودند، لذا یوحنا مطالب خود را به طور رمزی بیان می‌کند تا دشمنان مسیحیت آن را نفهمند. خب دقت کنید. بله، متوجه است. او از دنیای تازه سخن می‌گوید که در آن خداوند هر اشکی را از چشمان پاک خواهد کرد و به تمام غم‌ها خاتمه خواهد داد. حالا بحث ما اینجاست جناب استاد، بحث سمبولیک و بحث رمزی و کلماتی که نباید دشمنان بفهمند، و تقریبا شبیه همان تقیه است که متاسفانه
در دین روافض متاسفانه وجود داره. عجیبه جناب استاد، شما دقت بکنید روی کلمات. خیلی برای من جالب بود وقتی که اولین مرتبه این مقدمه را خواندم که قبل از مکاشفه این مقدمه را میده. جالبه که همان مسائل رمزی و سمبولیک، مثل که ما مثلا گاهی شبهات مطرح میشه یا حرفای مطرح میشه، سوالات مطرح میشه برای اخوندهای رافضی که حالا اگر شما این گونه میگید خب جوابش این گونه هست، چرا این گونه، چرا متناقض در کتابهای شماست، چی میگن؟ میگن اون که شما تناقض در آن میبینید در زمانی بوده که امام در حالت تقیه قرار داشته. حالت تقیه بوده، سمبولیک رمزی یک چیزی گفته، شما نمیفهمید، ما این رو میفهمیم، تو از کجا میفهمی؟ خودش هم نمیفهم واقعا. یا اینکه اصطلاح به مو اصطلاح معروف میگن هر چیز ظاهر داره و باطن داره و این باطن را بجز ما آخوندها کسی نمیفهمه، یا اینکه امروز نمیگذارن که مردم، نمیگذارن که شیعیان با قرآن آشنایی پیدا کنند و از مفاهیم و آموزه های قرآن چیزی بدانند. میگن شما نمیفهمید این قرآن را، قرآن را به جز آخوندان هر کس از فهم و درک آن برآمده نمیتونه. بالاخره خب جناب استاد، متاسفانه این مشکل وجود داره حقیقتا. غیر از اینها حتی فرقه های باطنیه‌ای که متاسفانه امروز در لباس های دیگری به وجود آمدن همین حرف را میزنن. مسئله رمزی و نمیفهمم، مسئله سمبولیک و این که شما نمیفهمید و این ظاهر و باطن داره، بطن و نمیفهمم زهر داره و شما این موضوعات را درک نمیکنید، از این قبیل حرفا دقیقا جناب استاد در این مکاشفه یوحنا شما مشاهده میکنید که میگه مسائل رمزی و سمبولیکی است. حالا اگر شما مثلا به یک مسیحی اعتراض بکنید که در این کتاب این گناه آمده، نه، میگه شو تو نمیفهمی این را، این مسئله سمبولیک، باید کشیش باشه، باید یک آدم بزرگی باشه که این موضوع را بفهمه. خب این کشیش را شرح ندادن این رموز را؟ ممکن جناب استاد هر کس بر اساس فهم و بر اساس دانش خود مثلا داده باشه، ولی حالا جناب استاد این نمیتونه برای ما درد را دوا بکنه. من بحث من اینجاست که اگر ما خواسته باشیم به اینها اعتراض بکنیم و بر اینها خورده بگیریم، مثل که آخوندهای رافیزی بر ما چی میگن؟ میگن شما نمیفهمید این حرفا را، شما نمیفهمید این در حالت تقیه بوده، نمیدانم این در چی حالت بوده، اون در چی حالت بوده. این هم وقتی حرفی بزنی میگه نه تو نمیفهمی، به خاطر اینکه در بره از زیر مسئله، میخوای که فرار کنه، راهی برای فرار و برای گریز وجود داشته باشه. لذا جناب استاد این موضوع رو مطرح میکنه که موضوع سمبولیک و نمیفهم موضوع رمزی در این کتاب موجود بوده و زیر آزار و شکنجه بودن، جرئت نمیکرده که به صورت واضح بنویسه و دشمنان بفهمند، لذا به صورت سمبولیک و رمزی نوشته تا کسی نفهمه جز خودش و همان کسایی که دور پیشش بودن. لذا جناب استاد کتاب عهد جدید با کتاب مکاشفه یوحنا تمام میشه، یعنی بعد از مکاشفه یوحنا دیگه کدام کتابی وجود نداره. و این در حقیقت معرفی کوتاهی بود از این کتاب ها که هر کدام از اینها در حقیقت حاوی مسائل مختلفی هست که در حقیقت به تعبیر مسیحی ها حالا دینشان را از این میگیرن، حالا مسائل عبادی باشه یا مسائل عقیدتی باشه یا مسائلی که به هر حال حتی مسائل اخلاقی و از این قبیل حرفا. خب جناب استاد فاتح گرامی، پس به صورت کلی عهد جدید حاوی اناجیل چهارگانه متا و لوقا و مرقس و یوحناس و همچنین حاوی اعمال رسولان، حاوی رساله ها و نامه ها، از آن جمله نامه های یهودا و فکر کنم یوحنا و همچنین مکاشفه یوحناست. خب این بود معرفی مختصر و کوتاه در ارتباط به مصدر و منبع اول دین نصرانیت. اگر بحث در رابطه با مصدر اول تمام شده باشه، منتقل شویم به مصدر و منبع دوم. اگر حرف شما دارید باز هم در خدمتتان هستیم و الا میریم به معرفی مصدر و منبع دوم که همان مجامع و شوراهای کلیسایی است. بله جناب استاد، حقیقتا نمیخوایم که حالا پیرامون مسائل جزئی بحث اناجیل بشین چون نیاز به وقت طویل داره. اجازه بدین که مجامع نصرانی یک به صورت کوتاه و فشرده یک تعریف بکنم. مجامع نصرانی یا میتونیم حتی به صورت مشرح چون وقت داریم هنوز.
مجامع نصرانی جناب استاد حقیقتا همان شوراهاست و یا همان کنفرانس هایی است که نصرانی ها و کلیساها برگزار کردند. و علت برگزاری هاش هم البته این مجامع میتونه و یا این کنفرانس ها میتونه کنفرانس های محلی باشه که به امور متعلقی که در حقیقت متعلق به کلیساها صحبت بکنه و یا اینکه به شکل جهانی است و عالمی است، یعنی که برخی از آنها ذکر شده به هر حال که ما بعدا انشاءالله به صورت تفصیل در مورد هر کدام از آنها صحبت میکنیم. بناهن این مجامع و یا این کنفرانس ها و این شوراها در حقیقت که کنفرانس های محلی باشه یا عالمی و جهانی باشه، در حقیقت جناب استاد علت برگزاری اینها و علت این که چرا این مجامع به وجود آمد، چرا این مجامع صورت گرفت و چرا این کنفرانس ها و شوراها در حقیقت انجام شد، به خاطر این بود که متاسفانه تعارض و اختلاف عقدی و عقیدتی و فکری که در میان مسیحیت به وجود آمده بود در اون شرایط و در اون زمان، مثلا اولین مجمع یا اولین کنفرانسی که اتفاق میفته در سال 325 میلادی است، یعنی در قرن چهارم میلادی. 325 بله. متاسفانه نظر به همان اختلافات عقدی و فکری و تعارضات و تناقضاتی که در فکر اینها وجود داشت، مثل که اگر یادتان باشه در شورای اورشلیم وقتی که ما در سفر اعمال رسولان اشاره کردیم، شورای اورشلیم، خب وقتی که دین عیسی مسیح عالمی میدانند، میگن جهانی است، یک بار با مشکلات برخورد میکنند. مشکلات اینه که خب اگر جهانی است ما چی کار بکنیم با این بت پرست هایی که نه و اینها مسیحی می نصرانی میشن، چی کار بکنیم؟ آیا اینها را ما ملزم به دین یهودیت بکنیم یا نکنیم؟ شریعت یهود را بر اینها جاری کنیم یا نکنیم؟ از اونها بخواهین اونها را ملزم بکنین به این عمل به شریعت موسی علیه السلام و شریعت یهود یا نه؟ خب بعدن اتفاق بر این صورت میگیره و از جمله کسانی که حالا دیدگاهش بر اینه پولس هست که نه خیر، نمیتونن اینها، مجبور نیستن، مگر مسائل خاصی که ما در برنامه گذشته اگر یادتان باشه در مورد آن صحبت کردیم. این شوراها هم مثل شورای اورشلیم که توسط حواریون و شاگردان اتفاق میفته، یا کسانی که خودشان را به هر حال دوستداران عیسی مسیح میدانند و دعوتگر به دین عیسی مسیح میدانند، اینها هم در قرن چهارم جمع میشن نظر به همان مشکلات و اختلافاتی که در میان اینها وجود داره. و شالوده این اختلافات متاسفانه بیشتر در بحث فرزند خواندن عیسی مسیح که آیا فرزند خدا هست یا نیست، و بحث های همان که آیا اله هست یا نیست، چون مجامع مختلف تصامیم مختلفی که میگیرن که بعدا ان شاء الله به صورت تفصیل صحبت بشه، متاسفانه این مجامع جمع میشن و این شوراها جمع میشه، کنفرانس ها جمع میشه و خوندای مسیحی را به هر حال به تعبیر امروزی جمع میکنن که شما بیاین و پیرامون این موضوعات نظر بدین. و متاسفانه در تغییر فکر اینها، یکی از عوامل بسیار عمده و اساسی که در تغییر و در انحراف فکر مسیحیت و نصرانیت وجود داره که گفتیم پولس هست، یکی دیگه از این اسباب همین مجامع هست جناب استاد. همین مجامع است که تغییر فکر داد به اینها و اینها را به شکلی از اشکال ملزم کرد به این که باید چنین فکری داشته باشن. در یک مجمع مثلا در یک کنفرانس یا شورا گفته بشه که عیسی مسیح فرزند خداست، داده که گفته بشه که اله است، و به همین ترتیب روز به روز زیاده روی بشه و سرانجام تصمیم نهایی گرفته بشه بر این که قول همه باید این باشه که مسیح اینگونه هست. اینها جناب استاد در حقیقت در این شوراها و در این مجامع بیشتر روی سیاقت عقیده و از بین بردن تفاوت‌هایی که در بین آنها وجود داشت صحبت می‌شد و بحث می‌شد. و در اولین شورا یا کنفرانس که فکر کنم نیقیه بود، گفتین در سال 325 منعقد شد، 315 کشیش یا آخوند نصرانی در اونجا حضور داشتن. خب از بقیه مجامع در کل، این مجامع در اوقات مختلف در برهه‌های زمانی مختلف دایر می شد، در کل چند مجمع و چند شورا تشکیل شد، اگر به مهمترین این شوراها و مجامع هم اشاره کنین که بحثمان را خاتمه بدین.
جناب استاد، اگر اجازه بدین قبل از آن من به یک سبب دیگه هم اشاره بکنم. سبب دیگری که باعث به وجود آمدن یکی از این مجامع مثلا شده یا به صورت کلی این مجمع ها شده و همان بدترین این مجامع که همان اولی هست که مجمع نیقی هست، که انشاءالله ما بعدا به صورت تفصیل صحبت میکنیم در این مورد. فقط حالا میخوام که به شکل از اشکال بیننده های عزیز بفهمند که وقتی میگین که تغییر فکر را متاسفانه به وجود آورد و یکی از عوامل به وجود آمدن انحراف در فکر نصرانیت شد همین مجامع بود، دلیلش اینه که مثلا جناب استاد، یکی از مجمع نیقی وقتی اتفاق میفته، مثلا میان دو کلیسا، کلیسای اسکندریه و همچنین کلیسای دیگه که در حقیقت این کلیسای اسکندریه یکی از اینها به اولویت مسیح عیسی مسیح علیه السلام دعوت میکرد که به مذهب پولس بود، و یکی دیگه اسقف لیبی آریوس که در حقیقت این هم در اسکندریه بود، اون چونین نمیگفت جناب استاد. اینها اختلافاتی که افتاد باعث شد که آخر بر فکر پولس مثلا صحه گذاشته بشه و عیسی علیه السلام نعوذ بالله اله بگن. حالا اگر خواسته باشین به مهمترین اینها اشاره بکنیم، یکی مجمع نیقی هست که در حقیقت در سال 325 اتفاق افتاده و همچنین مجمع قسطنطنیه است که در حقیقت در سال 381، مجمع افسوس هست که سال 431 هست، و همچنین مجمع یا کنفرانس که چهارمین کنفرانس هست خلق دنیه میگن، این هم در سال یکی از همین سالها یعنی قرن پنجم در حقیقت این اتفاق افتاده، 451 بله. و مجامع دیگه هم هست، مجمع هفتم و هشتم و الی آخر که مجامع دیگر هست جناب استاد، و اخیرش مجمع روما هست که ما بعدا ان شاء الله به صورت و این مجامع شاید ادامه پیدا کنه جناب استاد، چون هر بار اونا تغییر فکر و تغییر عقیده میتن و در میانشون اختلافات زیاد وجود داره، چون یک اصل یا مبدأ حسابی که پیرامون آن یا روی آن همهشان اتفاق نظر داشته باشند و به آن معتقد و باورمند باشند وجود نداره. بنابراین شاید مجامع دیگر هم در زمانهای بعدی یا آینده تشکیل شود و سیاقت‌های جدید را از فکر مسیحیت و از عقیده نصرانیت ارائه بکنند. بدون شک جناب استاد، آخرین مجمع یا آخرین کنفرانسی که مثلا برگزار شده در سال 1769 میلادی بود، یعنی تقریبا 400 سال نمیشه، کمتر از 400 سالی که یعنی در حقیقت ما در حالا مثلا در سال 2017 هستیم، در سال 1769 بود آخرین مجمع یا آخرین کنفرانس، و اینها اتفاق میفته، چون اینها نمیتونن احیانا. امروز اگر شما ببینید بین کلیساهای کاتولیک مثلا و همچنین کلیساهای دیگه هست، کلیساهای دیگه، این اختلافات شدید جناب استاد وجود داره، تا جایی که برخی از یعنی علما و برخی از کسانی که خودشان به هر حال فرقه شناس هستند در میان مسیحیت میگن بیش از 360 فرقه در میان مسیحیت امروز وجود داره که همدیگر را حتی تکفیر میکنن، به سرحد تکفیر رسیدن که همدیگر را تکفیر میکنن، و مهمترین آنها خب امروز میبینین که چی بدبختی های متاسفانه به وجود آوردن. ارتدوکس ها را ببینین، این کاتولیک ها را ببینین و پروتستان پروتستان ها هم که اینها خب مشهور و معروفه دیگه، اینها خب در حقیقت خیلی خرابکاری های متاسفانه امروز به دنیا برا انداختن، و حتی تا جایی که مسئله همجنسگرایی را متاسفانه به رسمیت شناختن و به آن صحه گذاشتن. و متاسفانه این مشکلات جناب استاد وجود داره، یعنی امروز هم گفتیم تا جایی که بیش از 360 فرقه ای که در میان مسیحیت وجود داره همدیگر را تکفیر میکنن و همدیگر را کافر میخوانند، و اختلافاتشان هم همینه. مثلا شاهدان یهوه یکی از این فرقه هاست که انشاءالله اگر وقت داشتیم باز یک فرصت پیرامون هر کدام از اینها خلاصه، البته نه 360 تا را، همین کسایی که امروز مهم من مثلا ارتدوکس ها، کاتولیک ها، پروتستان ها، شاهدان یهوه و و و و بقیه فرقه هایی که هستند و مشهور و معروفند در دنیا و به خصوص در دنیای فارسی زبان به اونها آشنایی دارن، انشاءالله صحبت خواهیم کرد انشاءالله. خب جناب استاد فاتح گرامی، از شما جهان سپاس و امتنان دارم که تا این لحظه با ما و بیننده های عزیز و گرامی بودین، و البته ما در این برنامه پیرامون مصادر نصرانیت به صورت گذرا بحث کردیم و
مصادر مهم نصرانیت را به تعریف گرفتیم که کتاب عهد جدید است، کتاب مقدس، همان بخش عهد جدید که گفتیم حاوی اناجیل چهارگانه متا و لوقا و مرقس و یوحنا و اعمال رسولان و نامه ها و رساله ها و مکاشفه یوحناس و همچنین به مصدر دوم نصرانیت که مجامع و شوراهای کلیسایی است به صورت گذرا اشاره کردیم و به برخ از این مجامع، مجمع نیقی و قسطنطنیه و افسوس و خلقیدونیه و شورای هفتم و هشتم و ما بقیش و همه اینا اشارات گذرایی داشتیم و انشاءالله در برنامه بعدی به بررسی اناجیل چهارگانه از نظر متن و سند خواهیم پرداخت. تا آن دم و آن لحظه همه شما بینندگان عزیز و گرامی را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.